با درود و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه امیدوارم حالتون خوب باشه و به برنامه امروز ما توجه داشته باشید درباره یکی از هنرپیشه های قدیمی تئاتر رو سینما و تلویزیون صحبت میکنیم که سالهای زیادی رو در این کار فعالیت داشته و فراز و نشیب های بسیاری رو پشت سر گذاشته درباره علی نصیریان یکی از هنرپیشه های قدیمی این رشته صحبت می‌کنیم. در شروع بیوگرافی علی نصیریان رو مد نظر داریم و بعد فرصت طلبی و آفیت طلبی علی نصیریان درباره صحبت میکنیم از مدیریتی که در دوران حکومت شاه فقید نصیب شد و پست معاونت تئاتر ایران که در اصل معاونت وزیر فرهنگ و هنر پهل بود رو بر عهده داشت و به دربار هم در رفت آمد بود و یکی از مخلصین پهل بود بود که این پست مهم رو در اداره تئاتر به او داده بودند و نظر فرزانی تعیدی هنرپیشه مغضوبی که مجبور شد ایران رو ترک کنه و در انگلستان فوت کرد و همانجا هم به خاک سپرده شد درباره علی نصیریان زیاد گفت و دل داشت کارهایی که علی نصیریان انجام داده فیلم ها تاتراش و در پایان هم از اینکه در حال حاضر نصیریان گهگاهی هم به خدمت علی خامنه ای هم میرسه و در مراسم و اونجا هم شرکت میکنه و یکی از مخلصین علی خامنه است بیوگرافی علی نصیریان علی نصیریان زاده 15 بهمن 1313 است در تهران به دنیا آمده او بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و حتی نمایش نام نویس هم هست علی نصیریان فارغ تحصیل هنرستان هنر است اسم همسرش فاطمه بیات بود که فوت کرد و تعداد سه پسر داره که در امریکا ساکن هستند علی نصیریان در میدان شاهپور کوچه مهدی خان در خانواده کارگری به دنیا آمد او به هنرستان هنرپیشیگی رفت و کار بازیگری رو در آنجا یاد گرفت به سال 1126 در دبیرستان پیرنیا در چهارراه گمرک تهران درسش رو در آنجا تموم کرد و هم کلاسی های علی نصیریان هنرمندانی چون جمشید لایق اسماعیل داورفر مهدی فتحی با او در مدرسه هم کلاس بودن. او سال 29 همزمان که درس میخوند در دبیرستان در کلاس های جامعه باربود در خیابون لالزار هم اسم نوشت و این کلاس های هنرپیشگی رو اسماعیل مهرتاش در سال 1305 راه انداخته بود و در اون مؤسسه تئاتر و ادبیات درس میداد و در سال 1330 علی نصیریان کتاب هنرکده تئاتر رو خوند این کتاب که اولین کتاب آموزشی تئاتر در ایران بود نصیریان رو بران داشت که بره در کلاس تئاتر سعدی که توسط نوشین برگزار شده بود و تأسیس شده بود تئاتر سعدی و سالهای سال ابوالحسن نوشین در اونجا تئاتر گذاشت و چون نوشین در کار سیاست بود به دلایل سیاسی کشور ترک کرد و به خارج از ایران رفت و اون کلاس ها یادگار عبدالحسین نوشین است و همسر نوشین که یکی از هنرپیشگان محبوب و خوب ایران بود اون کلاس ها رو اداره میکرد نسیریان رفت و در اون کلاس ها اسنویسی کرد تئاتر سعدی در سالهای فعالیتش خیلی هنرمندان رو به عرصه سینما و تلویزیون ایران وارد کرد اما در سال 1332 در واقعی 28 مرداد این تئاتر هم بسته شد و دیگر گونه هایی که در لالزار به وجود آمد در اون کلاس ها الگوی درسی مجموعه ای از دروس هنرهای دراماتیک پاریس تدریس می شد و هنرمندان بسیاری در اون کلاس ها شرکت کردن و تونستن بار هنری زیادی رو از اون کلاس ها و از اون مدرسه کسب کنن نصیریان هم دوره سه ساله این مدرسه رو تموم کرد که هم های او فهیمه راستگار بیژن مفید جعفر والی و عباس جوانمرد بودند علی نسیریان سال سی و پنج اولین نمایش نامش رو نوشت به نام افعی طلایی که با الهام از قصه داش آکل نوشته صادق هدایت اون نمایش رو نوشت و خودش هم سال بعد نمایش رو به صحنه بود کارگردانی کرد در همین سال در اداره هنرهای دراماتیک در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و در همین اداره بود به دلیل اینکه بسیار فعال بود و علاقمند به حکومت شاهنشاهی بود پهل بود که وزیر فرهنگ و هنر بود به دلیل علاقه که به حکومت شاه داشت و ارادتی که نسبت به خاندان پهلوی داشت اون رو به مدارج بالا رسوندند و رئیس اداره تئاتر شد که پست مهمی بود و همزمان علی نصیریان در سال 36 با شاهین سرکیسیان آشنا میشه و یکی دیگر از نقاط عطف زندگیش کار با شاهین کیسیان هست که در هنر تاعت سبک استانیسلافسکی رو به کار می برد که بسیار سبک سخت و سنگین است و تمرین های بسیار سختی داره ولی اگر کسی در این سبک کار کنه به عنوان بازیگر و کارگردان بسیار براش موثره اگر کسانی که استعداد داشته باشند و استعداد ذاتی داشته باشند خلاقیت داشته باشند ابزار کار بازیگری رو داشته باشند میتونن موفق بشند و در مورد زندگی خانوادگی علی نصیریان او با زنی به نام مینو بیاد آشنا شد با او ازدواج کرد سه پسر داره به نام برمک باربود و بابک هر سه اونها در امریکا زندگی میکنند نصیریان اولین فیلم سینمایی خودش رو به نام گاو به کارگردانی داروش مرجویی بازی کرد. سناریوی گاو توسط غلام حسین سایدی یا دکتر سایدی نوشته شد که یکی از کارهای شاخص دکتر سایدی است. دکتر ساعدی مبارزی بود که بر علیه جمهوری اسلامی بود. همون سالهای اولیه در صدد بودند که دستگیر کنند که اگر دستگیر شده بود شاید اعدامش کرده بودند به حال او به خارج رفت و در خارج مبارزه شو بر علیه ظلم جمهوری اسلامی ادامه داد فیلمی که بازی کرد علی نصیریان داروش مهرجویی هم کارگردانش کرد باعث شد نوشته خوبه دکتر غلام حسین ساعدی باعث شد که فیلمی درخشان درست بشه و داروش مهرجویی به عنوان یک کارگردان شاخص بشناسند و نصیریان انتظامی جمشید مشایخی جعفر والی و بسیاری از هنرپیش های قدیمی در این فیلم مطرح شدند در اصل یک نوشته ای از دکتر ساعدی بود که بعد تبدیل به فیلم شد ولی هیچگاه نه داریوش مهرجویی نه نصیریان و نه انتظامی صحبتی از دکتر ساعدی نمی کنند و نکردند چون سیاسی بود میترسیدند در وجهشون ایرادی بگیره جمهوری اسلامی کارشون رو قطع کنه و اونها رو بگه چرا رفتی در نوشته همچین آدمی بازی کردی در حالی که این فیلم رو خمینی هم از این فیلم خوشش اومده بود حالا نه اینکه از متن کار خوشش اومده باشه چون روستایی بود و همه روستایی بودن هیچ صحنه نداشت. خمینی چون روستازاده هم خودش بوده. روستایی بوده. از یه فیلم خوشش اومد و گفت این فیلم گاو خوبه اینها هم دیگه پست و مقام به سوشون سرازیر شد و حتی علی نصیریان که انقلاب شد به عنوان کسانی بود که جزو دربار بوده کسانی بود که در کارهای قبل از انقلاب صحنه هایی در فیلم های سینمایی بازی کرده بود که صحنه داشت از این جهت اونو ممنوع کار کردند اما به دلیل اینکه در کارنامش فیلم گاو نوشته شده بود و فیلم گاو رو هم خمینی خوشش اومده بود سریعا اداره تئاتر در حالی که اون رو حذف کرده بودن اخراج کرده بودند ولی دوباره به کار بازگشت البته به عنوان رئیس اداره تئاتر نه به عنوان اینکه بتونه کار بازیگری بکنه چون ممنوع کار شده بود و فرزانه تاییدی که از هنرپیشهایی که همه میشناسینش در سایت خودش این مسئله رو نوشته که من و علی نصیریان و تعداد دیگر به عنوان ممنوع کارها و اخراج شدگان از اداره تئاتر بودیم اما بعد از اینکه اطلاع دادن ما اخراج شدیم نامش رو به دیوار زدند بعد از چند روز اسم نصیریان و انتظامی از لیست حذف شد و اونها از ممنوع کاری در آمدن. یکی از دلایلشون همین فیلم گاو بود که خمینی خوشش اومده بود و اینا هم بازی داشتند ولی هیچ کار دیگر از اسم دکتر غلام حسین سایدی نامی نبردند چون ترسیدند که براشون دردسر درست بشه در این فیلم هم بازی شد و اولین فیلم این فیلم بود نسیریان بردن در سریال هزار دستان علی حاتمی که البته هزار دستان در قبل از انقلاب ترهش تصویب شده بود و کارهای اولیش در دوران تلویزیون ملی ایران و دوران حکومت پهلوی کرید خورده بود اما به دلیل انقلاب متوقف شده بود فیلم برداریش شروع نشد بود و در سال 59 فیلم برداری شروع شد و سناریو رو عوض کردند با تغییراتی که جمهور اسلامی میخواست بده علی حاتمی هزار دستان ساخت و نصیریان هم که با انتظامی ممنوع کار نبودند آمدند و در اون فیلم بازی کردند در سریال هزار دستان و بعد از اون نصیریان دیگر شد سوگل رژیم و سریال سربداران که یک سریال مذهبی بود رو نقش قاضی شاره رو به علی نصیریان دادند و خودش هم آدم زبان باز و مطیعی بود زود رنگ عوض کرد همونطور که رنگ عوض کرده بود در دوران پهلوی و دربار راه یافته بود و پست ریاست اداره تئاتر رو بهش داده بودند و تقریبا معاونت تئاتری وزیر فرنگ و هنر پهلبوت داماد شاه رو از آن خودش کرده بود سری در جمهوری اسلامی هم با نقشی یک آخوند یا قاضی شاره رو در سربداران بهش دادن و رو نرمک نرمک خودش رو با شرایط همساز کرد و خیلی به قول معروف زیرکانه شروع کرد بکن بلبل سرگشته رو در سال 72 به امریکا و کانادا و آلمان برد و اونجا هم اجرا کرد و در سال 78 یکی از پرکارترین آدمایی بود که نه تئاتر تلویزیونی، سه سریال، یک فیلم سینمایی و یک تئاتر صحنه ای رو بازی کرد و حتی تئاتر سرطان و سیاه رو هم در تالار 25 شهریور یا سنگلج کنونی اجرا کرد. یعنی سری نصیریان خودش رو وفق داد از مدیریت تئاتر دوران پهلوی رسید رکورددار این همه کار در یک سال شد در این در یک سال نه تا تئاتر تلویزیونی سه سریال تلویزیونی یک فیلم سینمایی و یک تئاتر صحنه ای رو اجرا کرد و میبینید چقدر سری رنگ عوض کرد و مثل تا پرست همگون شد و سریان بازی های زیادی کرد بسیار فعال شد و در سال 81 اون رو به عنوان چهره ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه هنر معرفی شد یعنی اینقدر خوشخدمتی کرد که سال 81 انتخابش کردند به عنوان چهره ماندگار هنر هنرمند ماندگار عرصه هنر یعنی به اینجا رسید که پستو از طریق خامنه ای بهش دادند. در سال 84 هم نشان درجه یک فرهنگ هنر رو نصیبه شد و حتی مجسمه علی نصیریان رو هم ساختند مجسمه رو وقتی میسازند که دیگه در بس در خدمت اهداف و حکومت باشیم و بعد هم در سریال های بسیاری بازی کرد بخصوص خصوص سریال میوه ممنوعه که نقش یک حاجی بازاری بازی میکرد که عاشق شده کارهای زیادی انجام داده علی نصیریان در تئاتر، در تلویزیون و در سینما اولین فیلم سینمایی نصیریان گاو بود که سال 1348 بازی کرد که خدمتون گفتم آقای هالو بود سال 49 ستارخان سال 51 پوستچی سال 51 مهرگیا سال 54 سرایدار سال 55 دایره مینا سال 57 مدرسه که می رفتیم سال 59 که شروع انقلاب بود که بعد از اون دیگه کاری نکرد که شهرش رو گفتم براتون و دوباره از سال 61 که مسائل شهر شد و برگشت به سوی اسلام حل شد در اسلام خامنه ای و خمینی و اینها فیلم هایی به نام فصل خون و سال 61 بند سال 61 آفتاب نشین ها سال 61 جایزش سال 61 کمال المرک سال 62 کفش های میرزا نوروز سال 64 جاده های سرد سال 64 ناخدا خورشید سال 65 شیر سنگی سال 65 دزد و نویسنده سال 65 همینجوری بازی کرد تا سال 1396 آخرین فیلمش امپراتور جهنم بوده و تاعترای زیادی هم بازی کرده تاعترای که بعد از انقلاب بازی کرده ها رو سال 84 بازیگر و زنش سال 90 هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک سال 91 تانگوی تخم مرغ داغ سال 93 اعتراف سال 96 کارهای تلویزیونی هم که گفتم سال 63 با سرمداران و هزار دستان کارش رو شروع کرد بعدش هم تلتاعت سوزنبانان بعد گرگه ها مشخیر الله پرده عجایب زیر گنبد کبود ایاران بهشت گم شده نسیم همشاگردی ها تلتاتر نیرنگ های آقای اسکاپن آژانس دوستی زمان شوریدگی دوازده روز از تاریخ مشروطیه همسایه ها تصمیم نهایی روشنتر از خاموشی مهر و ماه نیمه گم شده میوه ممنوعه پرواز در حباب و آخرین کارش هم سریال شهرزاد بود که در سال 94 تل که ارشاد درست میکنه به عنوان سریال های خانگی شهرزاد بازی کرد انسانی بود که زود رنگ عوض کرد و به جرگه آدم های که ثابت قدم بودند و کسانی که قبل از انقلاب بودند و کار کردند ثابت قدم بودند نپیوست مثل فردین مثل ناصر ملک مطیعی من با یک ترازو قدر هم بشناختیم ارزش من این که با گوهر کشیدم خیش. آه، آه، آه. از جهان می از سبوی پر خورند من توهی پیمانه بودم سر کشیدم خیش برد زمان ها چوب هر زدم زدند دوران زمان ها چوب هر را جم زدن. دست اول تا برآمد خود خریدم خیش شب اما با سوختن تا آخرین دم زنده قطره قطره سوختم تا آفریدم پیش پای بوی درویشان به کرمان شهر خوشه تا به دالا رسیدم سیدم زار سیدم پیش مثل استاد دین خستوی و بسیاری که در دوره قبل از انقلاب کار کرده بودند نیامدند خودشون رو بفروشند یا ناصر تقوایی بهرام بیزایی اینا انسان بودند که خودشون رو به قدرت ها نفروختند خودشون رو وابسته به قدرت ها نکردند و در کنار مردم و با کارهایی که مردم دوست داشتند پیوند خوردند این سرگذشت تلخ و شیرین علی نصیریان هنرپیشه کارگردان و نویسندهی هست که همچنان میرزمد و کار میکنه اما در تاریخ هنر اسمی از این آدم و خیلی از کسانی که مثل این هستند نخواهد آمد شاید در تاریخ جمهوری اسلامی اسمش باشه اما در تاریخ هنر واقعی حذف خواهد شد با سپاس از اینکه این برنامه رو گوش کردید